عرض ادب و احترام دارم خدمت همکاران و حاضرین در جلسه و همینطور همیهنانی که از طریق کانال یوتیوب و همچنین تلویزیون بشریت ما رو به صورت زنده دنبال میکنن و یا در آینده خواهند دید. امروز 7 ژانویه 2022 و از ساعت 16 به وقت اروپای مرکزی در خدمت شما هستیم با جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر که در بخش‌های مختلف خدمت شما ارائه خواهد شد. پیش از آغاز جلسه میخواستم ابراز همدردی خودم بکنم با خانواده های عزیزانی که در این چند مدت جان خودشون رو از دست دادن، به ویژه امروز دو جوان عزیز محمد مهدی کرمی و محمد حسینی نازنین رو متاسفانه جمهوری اسلامی اعدام کرد و به نوعی همه ما رو دوباره به شوک فرو برد. بنابراین امیدوارم که خون این عزیزان پایمال نشه و به آزادی و اون چیزی که استحقاقش رو دارن مردم ایران برسن. امروز در جلسه ماهانه کمیته کار و کارگر ما گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار و کارگر در آذر ماه 1401 رو داریم که توسط جناب آقای عبدالمجید بازداران ارائه خواهد شد. سپس جناب آقای رضا حاتمی بررسی هدف 8 از اهداف سند 20 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی رو ارائه خواهند داد و آقای اسد اکبری هم سخنرانی خواهند داشت با موضوع اعتصاب کسبه و بازاریان در جنبش سراسری 1401 در ایران. در پایان هم بحث آزاد رو داریم که موضوع بحث آزاد امروز اون هست حق امنیت و رفاه اجتماعی یا علل خیزش انقلابی مردم ایران. از همکاران تقاضا میکنم که در بحث ها شرکت کنم و نقطه نظر خودشون رو ارائه بدن. بدون فوت وقت دعوت میکنم از آقای مجید بازداران تا سخنرانی خودشون رو ایراد بفرمایند. آقای بازداران، میکروفون در اختیار شماست. درود بر شما دوستان و همکاران عزیز و گرامی. من هم تسلیت عرض میکنم خدمتتون. امروز دو تا از مبارزین راه آزادی رو متاسفانه از دست دادیم. در این بخش با موارد نقض حقوق کارگران در آذرماه در خدمتتون هستم. توی این بخش 5 تا خبر رو آماده کردم چون که ما نمیتونیم تمام اخبار رو داخل این تایم محدودی که داریم پوشش بدیم، ولی سعی کردم که از موضوعات مختلف باشه تا بتونیم اشاره داشته باشیم به وضعیت نقض حقوق کارگران در ایران در ابعاد مختلف. توی خبر اول اشاره دارم به قراردادها. نماینده کارگران شرکتی و قراردادی کشور گفت که 1 میلیمتر از حقمان عقب نمی‌نشینیم، چه مجلس باشد و چه دولت فرقی ندارد، اجازه مخالفت و سنگ اندازی نمیدهیم. آقای رامین اناری نماینده کارگران شرکتی و قراردادی سراسر کشور در ارتباط با معطل ماندن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به صراحت اعلام کردند سازمان امور استخدامی مخالف است و در نشست‌ها با مجلس هم حضور ندارد. سوال کارگران از رئیس جمهوری این است: این سازمان آیا یک سازمان مستقل و خارج از حیطه مدیریت دولت و رئیس جمهوری است؟ یا رئیس جمهوری نمیتواند به این سازمان دستور بدهد؟ او اضافه میکند با توجه به شرایط فعلی کشور، صحبت‌های آقای لطیفی و ممانعت از تصویب طرح ساماندهی اوضاع را بحرانی میکند. تهدید کردند که اگر طرح تصویب شود به شورای نگهبان شکایت خواهند کرد و پای اصل 75 را پیش خواهند کشید. در حالی که همه می دانیم طرح ساماندهی به هیچ وجه بار مالی ندارد و فقط به دنبال حذف واسطه هاست تا پول بیت المال به جیب دلالان نرود. چرا سازمان امور استخدامی به مجلس و هزاران خانواده شرکتی و قراردادی دهنکجی می کند؟ آقای اناری با اعلام این مطلب می افزاید
رئیس جمهوری باید در این زمینه دستور قاطع بدهد تا متوجه شویم این سازمان زیر نظر رئیس جمهور است، مگر اینکه خود آقای رئیس جمهور هم از دستهای واسطه و ماندگاری آنها پشتیبانی کند. باید این را با شفافیت بدانیم. او اضافه میکنه از سازمان امور استخدامی به جای درآوردن آمار فرودگاه‌های آلمان یا مقایسه مصرف نان در ایران و دیگر کشورها، آمار نیروهای شرکتی را در بیاورد که اصلا کار سختی نیست. ببینید چه تعداد نیرو در انتظار حذف پیمانکاران هستند و منافع چه کسانی با این رفتارها در خطر است. توی این گزارش ما نقض ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بند الف و ب رو شاهد هستیم که توی بند الف گفته شده هر کس حق دارد کار کند، کار خودش رو آزادانه انتخاب کنه و شرایط منصفانه رضایت بخشی برای کارش خواستار باشه، و در بند ب هم اشاره میکنه که همه حق دارند بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی اجرت مساوی دریافت کنند، که متاسفانه این رو ما در حال حاضر نداریم. در بخش دوم اشاره داریم به وضعیت بازداشت ها و سرکوب. بازداشت و سرکوب معلمان در ابعاد گسترده تری و در جریان اعتراضات سراسری 3 اخیر در ایران ادامه یافته است. در تازه ترین اطلاعات دریافتی ایران باید 2 از معلمان و فرنگیان بازداشت شده از جمله شاغلین در مدارس غیر انتفاعی بودند. این بازداشت ها در حالی صورت گرفته که تا این لحظه تشکل صنفی مرتبط با فرهنگیان شاغل در مدارس غیرانتفاعی ایران وجود نداشته و اطلاعات مرتبط با فعالیت این دست از فرهنگیان کمتر به رسانه ها راه پیدا کرده است. بر اساس اطلاعات ایران وایر تا این لحظه 2 فرهنگی شاغل در مدارس غیرانتفاعی تهران در ماه‌های اخیر توسط ماموران امنیتی بازداشت شده و هم‌اکنون در زندان قرچک نگهداری می‌شوند. خانم آمنه زمانی معلم هنر و عضو انجمن یاری کودکان در معرض خطر به زندان قرچک منتقل شد. عالیه امامزاده مادر خانم زمانی با انتشار توییتی اعلام کرد بعد از 23 روز جهنمی و من و خواهر آمنه موفق شدیم در زندان قرچک ورامین او را از پشت شیشه ملاقات کنیم. خوشحال بود که از بازجویی ها، سلول انفرادی و جو شدید امنیتی اوین خلاص شده. می گفت در بازجویی های اول 5-6 نفر به صورت گروهی از او بازجویی کردند. او در ادامه می نویسد سخت‌ترین و پرفشارترین بخش ندادن اجازه تماس به آمنه در هفته اول برای اطلاع به خانواده بود. پرونده به دادگاه انقلاب رفته اما هنوز تعیین شعبه نشده. امروز همسرم با تمام دلنگرانی که داشت به دادگاه انقلاب رفت و به ملاقات دخترش نرسید. خانم زمانی روز 3 آذر در دفتر انجمن یاری کودکان در معرض خطر هنگامی که در یک جلسه رسمی بین انجمن ها حضور داشت توسط ماموران این معلم هنر که در عضو انجمن یاری کودکان و در معرض خطر و یاریگر و معلم بسیاری از کودکان کار و خیابان است. خانم پری آقایی نیز 49 ساله مشاور ثبت نام و حسابدار یک مدرسه غیرانتفاعی در شهر تهران است. او به صورت بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین در یکی از 24 مهر بازداشت شده و تا امروز در زندان قرچک به سر می‌برد. به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی خانم آقایی بهشون تفهیم شده اما همچنان خواهگاه یا تعیین قرار وسیقه بیپان خانم آقایی او تنها به علت داشتن فیلمی از دانش آموزان خود بازداشت و به زندان قرچک منتقل شده است. خانم آقایی به 2 بیماری سرطان سینه و آسم شدید مبتلا است و وضعیت بهداشتی زندان قرچک فاجعه بار است. در این شرایط پاهای او دچار قارچ پوستی شده و راه رفتن برایش دشوار شده است. اکثر زندانی ها به همین بیماری پوستی مبتلا شدند. آب آشامیدنی هم به شدت آلوده و کیفیت غذا بسیار بد و نامناسب است. در این گزارش هم ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی حق دموکراسی نقض شده
و البته چند ماده دیگه که در این ماده اشاره شده هر کس حق داره که در امور عمومی کشور خود خواه مستقیم و خواه با وساطت نمایندگی ها که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت کند. در خبر بعدی، خبر سوم، اشاره داریم به وضعیت ایمنی کار. طی 10 روز در سایه فقدان ایمنی و شرایط کار، 38 کارگر در شهرهای عسلویه، اشتهارد، مشهد، زنجان، بروجن، نظرآباد، گلسار، تهران و تربت جام دچار حادثه شدند. طی این حوادث 15 کارگر جان خود از دست داده و 23 کارگر دچار مصدومیت شدند. همچنین مدیر کل پزشکخانه کرمانشاه از مرگ و مصدومیت 485 کارگر طی 8 ماه ابتدایی سال جاری خبر داد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه 102 را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است. در بخش بعدی یک خبر داریم از وضعیت معوقات مزدی. کارگران شاغل در شهرداری نیکشهر، شهرداری گراب سفلا، شهرداری بندر عباس، شهرداری بندر گز، شهرداری رودبار، شهرداری سیسخت، شهرداری زاهدان، شهرداری کوته عبدالله، خطوط ریلی در منطقه یزد و آذربایجان، کارخانه داروگر رشت و کارگران بخش حراست و نگهبان قطار شهری اهواز از معوقات مزدی خود خبر دادند. همچنین نمایندگان جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور از تأخیر در پرداخت حقوق انتقاد کردند و شماری از کارگران یک جایگاه عرضه سوخت گاز در شوش به دلیل تعطیلی موقت کار در بلا تکلیفی به سر می‌برند. از سوی دیگر کارگران دو کارخانه فولاد قزوین و آرمان شفق تا کنون مطالبات قدیمی سالهای 94 و 95 خود را نیز دریافت نکردند. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، در یکی از موارد ذکر شده کارگران مجموعه شهرداری نیکشهر خواستار پرداخت مطالبات و معوقات حقوقیشان شدند. یکی از این کارگران با بیان اینکه آنها 3 ماه حقوق معوقه دارند گفت: طی چندین سال فعالیت شغلی ما هیچگاه مطالبات مزدی ما به موقع پرداخت نشده است. با وجود همه مشکلاتی که در زمینه دریافت حقوق با آن مواجهیم، توقع داریم مسئولان شهرداری نیکشهر به مسئله معیشت و پرداخت دستمزد کارگران مجموعه خود رسیدگی کنند. در این گزارش هم ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی حق امنیت کار نقض شده که در بند پ اشاره میکنه هر کسی که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذی‌حق میشود که زندگی او و خانواده‌اش را موافق شئون انسانی تأمین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی تکمیل نماید. در خبر آخر نگاهی داریم به وضعیت نظارت و پیگیری حقوق اولیه کارگران. به گزارش خبرنگار ایلنا، 1 ماه کردن قراردادها احتمالاً پلیتیک جدید کارفرمایان کافی در ادارات کار بتوانند تعداد زیادی از کارگران خود را تعدیل کنند. به این دو عبارت خبری که در 2 روز متوالی منتشر شده توجه کنید. کارگران چینی زرین ایران در ماه‌های اخیر تمام قراردادهای کارگران به قراردادهای 1 ماه تبدیل شده. اگر کارگری قبل از این قرارداد 6 ماه داشت، حالا با خاتمه زمان آن با او 1 ماه قرارداد می‌بندند و این مسئله موجب نگرانی است. کارگران بخش فروش متروی تهران از اواخر سال قبل قراردادهایمان 1 ماه شده و هر ماه که کارفرما اراده کند میتواند عذر ما را بخواهد، در حالی که خیلی از ما بالای 10 سال سابقه کار داریم. این دو نمونه تنها بخشی از 2 خبر پیاپی در 2 روز متوالی است که به دست ما رسیده و بدون تردید به مصداق مش نشانه خروار است. کارگاه ها و شرکت های بسیاری هستند که از غفلت ادارات و نهادهای ناظر و از بی صدایی و بی تشکلی کارگران سوء استفاده می کنند و مدت زمان قراردادهای کارگران با سابقه را تنزل می دهند. کارگری که
10 یا 15 سال در یک کارگاه سابقه کار دارد و تا پیش از این قراردادش یک ساله یا 6 ماهه بوده، ناگهان در ماه اخیر با پدیده قراردادهای کار یک ماهه به خواست و اراده کارفرما و بدون اینکه در ماهیت کار، شرایط کارگاه و قوانین موضوعه در کشور کوچکترین تغییر اتفاق افتاده باشد. یک ماه شدن قراردادهای نیروی کار اتفاق بسیار نگران کننده ای است، چرا که به این معنا یک گام قبل از بیکاری و اخراج است. کارفرماها برای اینکه ریسک 6 ماه یا حتی 3 ماه حقوق دادن به کارگران را به جان نخرند، قراردادها را برخلاف قانون یک ماهه می کنند تا آخر هر ماه بتوانند به راحتی در مورد ادامه اشتغال کارگران خود تصمیم بگیرند و هر ماه تعدادی از آنها را بعد از پر کردن فرم تسویه حساب و اعلام رسمی اینکه دیگر هیچ حق و حقوقی ندارم اخراج کنند. توی این گزارش هم ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر، باز یعنی همون حق امنیت کار، نقض شده که در بند الفش اشاره میکنه هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار بگیرد. اخبار موارد نقض حقوق کارگران داخل ایران خیلی زیاده، ولی خب دیگه من سعی کردم از تمام موضوعات یک خبر رو داشته باشم که وقت دوستانم گرفته نشه. متشکرم از توجهتون. من مایک رو دارم. سپاس از شما آقای بازاران عزیز، ممنون که زحمت کشیدین و این اخبار رو جمع‌آوری کردین. همونطور که خودتونم فرمودین بسیار زیاد هست موارد نقض حقوق شهروندان کلن داخل ایران، حالا به ویژه که کارگران که ما امروز برای این عزیزان داریم جلسه برگزار میکنیم، خب به مراتب بیشتر از محققات موضوعی، بازداشت ها و غیره. ممنون از این که زحمت کشید. دوستان عزیز، اگر کسی نظری یا سوالی داره در خدمتتون هستیم، اگر نه که بریم برای بخش بعدی برنامه که بررسی هدف 8 از اهداف سند 20 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پیش از اون البته جناب آقای ساسان، فکر کنم آقای ساسان مظهری باشن، بفرمایید آقای مظهری. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان. ببخشید من وسط جلسه کمیته حالا مزاحم میشم، گفتم که قبل از اینکه وارد مبحث اصلی بعدی بشیم یه عرض ادب کنم خدمت شما و بقیه دوستان و عرض احترام و اینکه خوشبختم که مجددا در خدمتتون هستم. لطف کردین آقای مظهری، ممنونم. آقای حاتمی گرامی، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. سلام عرض درود خدمت همگی شما عزیزان، سپاس از آقای شایگان عزیز. در ابتدا باید اشاره کنم که مطابق با دستور کار هدف 8 از اهداف 17 گانه توسعه پایدار، هدف 8 عبارت است از توسعه و رشد اقتصادی پایدار جامعه، استخدام کامل و بهره‌ور و ایجاد فرصت‌های شغلی برای همگان. مهمترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این صورت است که حفظ و تداوم رشد سرانه اقتصادی بر مبنای شرایط ملی، به ویژه ارتقای رشد تولید ناخالص ملی به حداقل 7% در سال در کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی. دوم، دستیابی به سطوح بالاتر، بهره‌وری اقتصادی از طریق ایجاد تنوع، تولید محصولات جدید و یا ایجاد فعالیت‌های تجاری نوین و استفاده از فناوری‌های بروز شده و نوآوری، از جمله از طریق تمرکز بر بخش‌های دارای ارزش افزوده بالا که از نظر کاری و یا اشتغال نیروی انسانی پرفشار هستند. سوم، ترویج
سیاست‌های توسعه محور که در حمایت از فعالیت‌های سودآور، تولید اشتغال شرافتمندانه، کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری تدوین شدند و به ویژه از طریق دسترسی به خدمات مالی موجب تشکل‌گیری و رشد فعالیت‌های تجاری خرد، کوچک و متوسط می‌شوند. چهارم، بهبود تدریجی کارایی منابع جهانی در حوزه‌های تولید و مصرف و تلاش برای جداسازی رشد اقتصادی از تخریب زیست‌محیطی در راستای چارچوب برنامه‌های 10 ساله مصرف و تولید پایدار در سایه رهبری کشورهای توسعه یافته تا سال 2030. گزینه پنجم، دستیابی به اشتغال شرافتمندانه کامل و سودمند برای همه زنان و مردان، از جمله برای جوانان و معلولان، و همچنین تحقق پرداخت‌های مساوی برای فعالیت‌های کاری دارای ارزش یکسان تا سال 2030. ششم، کاهش قابل ملاحظه تعداد جوانان بیکار دورمانده از تحصیل و یا هر گونه آموزش تا سال 2030. هفت، اقدام فوری و مؤثر برای ریشه‌کنی کار اجباری، پایان دادن به بردهداری نوین و قاچاق انسان و ریشه‌کنی و ممانعت از به کار گرفتن کودکان به بدترین اشکال، از جمله استخدام و استفاده از کودکان به عنوان سرباز، و در نهایت پایان دادن به همه اشکال کار کودکان تا سال 2030. هشت، حمایت از حقوق کار و ترویج فضای کار امن و سالم برای همه کارگران، از جمله کارگران مهاجر، به ویژه زنان مهاجر و افرادی که به مشاغل خطرناک اشتغال دارند. رشد اقتصادی به بیانی ساده عبارت است از افزایش ظرفیت‌های اقتصاد کشور برای تولید کالا و خدمت طی یک دوره زمانی معین است. اهمیت هدف هشتم از آنجایی است که تحقق سایر اهداف توسعه پایدار به طور مستقیم در گروه تحقق این هدف می باشد. کاهش رشد اقتصادی عوارض مختلفی در پی خواهد داشت که مهمترین آنها افزایش نرخ بیکاری، کاهش درآمد سرانه، کاهش درآمدهای دولت و افزایش فاصله با سایر کشورها است. از طرف دیگر، رشد اقتصادی پایدار نباید به زیان محیط زیست باشد. به همین دلیل است که هدف 8، جدا شدن رشد اقتصادی از تخریب محیط زیست را مورد تأکید قرار می‌دهد. رشد اقتصادی و بیکاری رابطه کاملا مستقیم با هم دارند. طبق آمار موجود، بیش از 200 میلیون نفر در سراسر جهان به ویژه جوانان بیکار هستند. اشتغال و رشد اقتصادی نقش مهمی همچنین در مبارزه با فقر دارد. در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز توجه ویژه‌ای به این موضوع شده. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق برخورداری از شرایط کاری مناسب و مطلوب را مورد تأکید قرار میده. طبق این ماده، هر انسانی حق داره که صاحب شغل باشه و آزادانه شغل خودش را انتخاب کنه. شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خیش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار مزد برابر دریافت کنه و هر کسی که کار میکنه سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خیش و خانواده خیش موافق با حیثیت و کرامت انسانی، و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی‌های اجتماعی تکمیلی برخوردار باشد. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد یا به اتحادیه‌های صنفی بپیوندد.
ممنوعیت کار کودک نیز در ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک و همینطور مقالنامه شماره 182 سازمان بین‌المللی کار مورد تصریح قرار گرفته است. حالا میرسیم به مقایسه و بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی با هدف هشتم. اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز میگوید که هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. همچنین طبق اصل 29 برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، سوانه، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی از همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی ذکر شده را برای همه افراد کشور تأمین کند. اصل 26 نیست به آزادی سندیکاها اشاره می کند و می گوید که احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. ماده 8 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 34 تا 36 کنوانسیون حقوق کودک و ماده 6 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نیز به صراحت بر ممنوعیت بردهداری، کار اجباری و قاچاق افراد تاکید می‌کنند. اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان می‌دارد که همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی و غیره با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل 21 نیز حقوق زن را مورد تاکید قرار داده و میگوید که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد نماید. این هایی که خدمتتون عرض کردم نوشته هایی است که مسئولین محترم ما به قدری ناآگاه هستند که انگار یا در واقع قانون اساسی رو نخوندن یا به عنوان یک مسئول اهمیتی به قانون اساسی نمیدن، چون عمل به قانون اساسی جمهوری اسلامی به اهداف این دوستان ضرر زیادی وارد میکنه. چندین سال است که زنان به اندازه مردان کار می‌کنند ولی با بیشترین درصد تبعیض، با مشکلاتی مثل ناامنی شغلی، سوء استفاده، دستمزد کمتر، امتیازاتی که شاملشون نمیشه، جو فاسدی که در کار روی ذهن و روان اونها تاثیر میذاره و با خیلی از این موارد مواجه میشن. این خشونت‌ها باعث می‌شوند که زنان مایل نباشند در محیط‌های جدید مشغول به کار شوند و یا دستمزد پایین و یا به دستمزد پایین رضایت بدهند. اما در جایی که احساس امنیت بیشتری دارند کار کنند. مجموعه این عوامل باعث می‌شوند که زنان یا به اندرونی‌ها رانده شوند و به ایفای نقش سنتی خانه‌داری و مادری بسنده کنند یا جذب مشاغل اقتصاد غیر رسمی شوند و یا در نهایت در صورت داشتن شغل مناسب
به دستمزد و مزایای نابرابر تن دهند. تمامی این پیامدها که برایند یک بستر تبعیض آمیز جنسیتی است خود می تواند به تولید نابرابری های جنسیتی و ایجاد نابرابری های جدیدی منجر شود. بسیاری از این زنان سرپرست خانوار هستند و متاسفانه باید با درصد قابل توجهی دستمزد کمتر یک تن خانواده را بچرخانند و در کنار آن به وظایف مادری خود نیز برسند. متاسفانه امروزه ناامنی شغلی و بیکاری برای تمام افراد در جامعه از جمله قشر جوان صدق میکنه و این بی‌ثباتی اقتصادی در نهایت زمینه ساز فروپاشی این رژیم در واقع از ریشه میشه. جامعه ما متاسفانه به دو بخش با فاصله طبقاتی بسیار تشکیل شده و این فاصله نتیجه بی‌ثباتی اقتصادی، ناامنی شغلی، رعایت نکردن قوانین کار و بسیاری از این موارد میشه. الان متاسفانه قشر حکومتی که قشری اکثرا بی سواد و به اصطلاح من معذرت ها مفتخور هستند در رأس و قشر زحمتکش جامعه در واقع مردم شریف با فاصله بسیار زیاد با این گروه و مشکلات ناگفتنی و غیر قابل تصور زندگی خودشون رو میگذرونند. جوانان راهی برای شروع و ساختن یک زندگی ندارند. کوچکترین آرزوهای خودشون رو فراموش کردند و به علت بیکاری و فقری که گریبان همه اونها رو گرفته انگیزهی برای ادامه دادن ندارند. تنها راه نجات جامعه از این وضعیت اهمیت مسئولین به قوانین و دیدن وضعیت واقعی جامعه بود که دیگه در واقع دیر است و باید به قول دوستان دنبال سوراخ موش باشند. من دیگه صحبتم رو به پایان میرسونم و به امید شادی مردم ایران سپاس از اینکه همراه بنده بودید. مایک رو رها میکنم. سپاس از شما آقای حاتمی عزیز، ممنون از گزارش خوبی که تهیه کرده بودید. البته باید اول این پرسش رو مطرح کرد که اصلا بر پایه قوانین بین‌المللی در ایران چیزی به اسم شغل وجود داره یا نه؟ به نظر من که وجود نداره، چون اصلا اون تعریفی که باید از نظر بین‌المللی تو شغل انجام بشه در ایران وجود نداره. حالا به ویژه در مورد زنان، جناب آقای گلستانجوی عزیز میشنویم شما رو. متشکرم جناب شایگان. با تشکر از جناب حاتمی در رابطه با موضوعی که ارائه دادن، البته از اونجایی که دولت جمهوری اسلامی حالا افتخارش اینه که داره به احکام اسلامی را اجرا میکنه، بنابراین من زیاد مانوری روی پیمان نامه های بین المللی نمیذارم، ولی جا داره عنوان کنم دو تا از موارد بسیار مهم رو که در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هستش و در رابطه با همین هدف هشتم اگر بخوایم عنوانش بکنیم نقض میشه همین مفاد قانون اساسی. هدف هشتم خب در رابطه با رشد اقتصاد پایا گفته و این دو تا بند میتونن خیلی خوب باشن اگر اجرا میشدن همین مفاد قانون اساسی. در اصل سوم قانون اساسی بند ششمش عنوان شده که دولت موظفه به این که محو کنه هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی رو، که عملاً هر آنچه که باید در اختیار مردم باشه در انحصار یه عده خاصه، که موارد اینقدر زیاده که اصلا جای گفتنش وجود نداره. دوم بند 12 همین اصله که باز دوباره دولت رو موظف کرده به این که
پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه رو که فقط یه نقطه کور داره، این صحیح و عادلانش. البته این پوز، حالا بگیم پوز که خود دولت پوز اینو میده که ما داریم قوانین اسلام رو پیاده میکنیم. حالا من نمیدونم قوانین اسلام رو که فقط اینا هم میدونن، بقیه ظاهرا ما هیچ کدوم نمیدونیم دیگه، این قوانین اسلام کجاش این معنی پیدا میکنه که این قوانین باید عادلانه باشه و اقتصاد صحیح رو پیریزی بکنه طبق ضوابط اسلامی. این طبق ضوابط اسلامی اون نقطه کورش که مثلا دیگه ما نمیدونیم، فقط اینا میدونن. حالا کجای این ضوابط اسلامی به نفع مردم تمام میشه تا حالا که ما شاهدش نبودیم، ولی حالا روی هم رفته. از بند 12 این اصل عنوان کرده که پیریزی دولت موظفه که پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تأمین بیمه، چنانچه دولت به تعهدات خودش در رابطه با این اقتصاد سالم پایبند بشه. خب میتونیم جای امیدواری داشته باشیم، اصلا احتیاج هم به این اهداف 17 گانه سند 23 نداریم، احتیاج به بگم رعایت مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ها حالا حداقل در این زمینه نداریم. اگر همین دو تا اصل رعایت میشد که متاسفانه تا الان که شاهدش نبودیم، قطعا فکر نمی‌کنم تو حکومت جمهوری اسلامی شاهد یه همچین موضوعی باشه. ممنون از اینکه مایک رو در اختیارم دادید. من مایک رو آزادم. ممنون آقای گلستانجو. البته یک موضوعی رو فکر کنم لازمه که من عرض کنم در مورد همین موضوعی که شما گفتید. قانون اساسی یک موضوعی است که خب خیلی قانونیه دیگه، در واقع مدنیه، ولی اونجایی که میاد میگه اسلام خب هیچ وقت مردم رو ملاک قرار نمیده، اسلام امت رو قرار ملاک قرار میده. امت هم از نظر تعریف اسلامی کسانی هستن که مردمی هستن که بیچون و چرا به اون ولیشون، به اون امامشون یا به اون شخصی که حالا ازش تبعیت میکنن، بیچون و چرا ازش تبعیت کنن دیگه. در واقع دوتا چیز متضاد، هیچ وقت هم این دوتا به هم دیگه مثل آب و آتش هم دیگه، هیچ وقت با هم جور در نمیاد. آقای بازاران عزیز شما رو هم بشنویم، بفرمایید لطفا. درود بر شما. منم یه جمله رو شنیدم در صحبت‌های جناب حاتمی که مثلا که در قانون اساسی گفته شده هر کس در انتخاب شغل آزاد است در صورتی که مخالف اسلام نباشد. این وضعیت داخل اروپا هم فکر کنم قبلا بوده، قدیما که میگفتن که کشیشا فقط اجازه دارن اون کتاب مقدس رو بخونن و ما باقی علم اون رو ندارن که بدونن، بعد کشیشا میومدن اینو ترجمه میکردن. الان این وضعیت داخل کشور ما هست. حالا قرآن در اختیار همه مردم هست، میتونن بهش دسترسی داشته باشن، ولی تفسیر کلمات از این به عهده علما هست، علما که الان به درجات بالای مسئولیتی داخل مملکت رسیدن و تصمیم گیرنده برای جوان‌ها هستن، کسایی که سنشون خیلی بالاست و اینا دیگه تفسیر میکنن. در ظاهر ما مشکلی نداریم، میگه خب آقا من مثلا میخوام یک آرایشگری باز بکنم، این اختلافی نداره، این منافاتی نداره با اسلام، اما قضیه از اونجای شروع میشه که آقایون میان و ما بقیه فعالیت های من رو زیر نظر میگیرن که مثلا میگن آقا فلان فعالیت سیاسی رو داره یا فلان حرف رو زده یا فلان پست رو گذاشته داخل مثلا فضای مجازی و اون کارش باعث چیز بوده، و خب حالا این حرکت که ما بخوایم بهش مجوز بدیم این کار رو انجام بده مخالف موازین اسلام شد. یعنی شما به یک نفری که تبانی چه میدونم این حکمایی که الان جدیدن میزنن، اتهام چه میدونم قصد امنیت رو میخوام برهم بزنم، میدونم علیه امنیت ملی و یه چیزای اینجوری میگن دیگه، خلاصه یه چیز اینطوری میبندن پاشو، بعدش هم میگن مخالف اسلام و محاربه و اینا، هم پاش میبندن مثل همین جوانایی که الان دارن اعدامشون میکنن. من وقتتون نمیگیرم، میکروفون رو میبندم. ممنون از شما آقای بازداران.
دوستان دیگه اگر نظری دارن لطفا بفرمایید، اگر نه که آقای احمدی خواه بفرمایید لطفا. درود بر همگی. ببینید بحث موضوع هدف 8 اقتصاد پایدار، رشد پایدار، دقیقا برای این به نظر من گذاشته شده تو این سند که تفاوتش رو نشون بده، یعنی بعد شنونده متوجه بشه که تفاوت رشد با رشد پایدار چیه. این شما با رشد رو خیلی راحت میتونی انجام بدی، پول بریزی تو بازار رونق ایجاد میشه، ولی خب توی یه دوره کوتاه بعد تورم. منظور از رشد پایدار اینه که جوری عمل بکنید رونقی به وجود بیاد که تورم ایجاد نشه. مشکلی که خب 40 خورده سال تو ایران هست، هر وقت اومدن نفت گرون شده یه مقدار پول ریختن تو جامعه، بعد پشتوانش تورم عظیمی شده نتونستن جمعش کنن، بعد مجبور شدن ارزش پول کم کنن. به خاطر همین این قضیه به نظر من با سیستم حکومتی ایران نمیشه. من که بیان واقعا میخوان ریشه یه مشکل حل کنن با دنیا، رابطه برابر و دوستانه داشته باشن، نه که اون هزینه کنن، یعنی منابع کشور رو جایی که برای پیشرفت و پایداری کشور باشه، برای مثلا توسعه طلبی منطقه‌ای و جهانیشون باشه. مثلا ظرفیت نداره اقتصاد ایران که یاد دوی اشلی که بخواد مثلا در سطح جهانی الان، حالا شاید آینده باشه، ولی الان ظرفیتی نداره. ما از نظر طول نفتمون حساب بکنیم و درآمد حاصل از اون درآمد خالصش رو بگیم و هزینه‌اش و درآمد خرج هزینه‌های تولیدش میشه، خاطر مثلا ما ظرفیتی پتانسیلی نداریم برای در سطح جهانی کار کنیم. ولی خب توهماتی که آقایون دارن، به خصوص آقای خامنه ای خواد حرکاتی بکنه، حالا معروف این ادای کپکوی در آره چنان را رفتن گوشی یاد رفت، یه حرکات هایی میکنه که هزینه خیلی شدیدی داره و هر تکانه ای که میده باعث میشه ارزش پول 10%، 20%، 50% بریز و به مرور باعث میشه که اقتصاد به سمت ورشکستگی بره و چوبشو کی میخوره؟ او جوونی میخوره که بیکار میشه، حالا خواسته یا ناخواسته، بر اعتراضاتی هم حالا چه به حق چه نابه حق میاد وسط، این وسط هم اون قربانی میشه دیگه، چون اونا میان از منافع خودشون دفاع کنن، رحم که نداره. از اون برم جوون عصبیه دیگه، ممکنه بزنه یکی رو بکشه، یه حرکتی بکنه، اینا هم بیان یه استناد اسلامی یا قانونی بکنن بگن این اومد اینو کشت، آن نمیگه با واسه چی کشت، یارو سالیان سال تأخیر شده، یارو سالیان سال آرزوهاشو فرو خورده، توهین شنیده، مثلا همکلاسی داشته که هیچ برتری نسبت بهش نداشته بجز اینکه به حکومت نزدیکتر بوده یا حالا یه پدر ثروتمند داشت، اون خیلی ازش جلوه، ولی این آرزوهای کوچیکی در حد خریدن یه موتور نمیدونه حتی بهش فکر بکنه. این رشد پایداره که باعث میشه جوون بشینه یه حسابی بکنه که بگه من 5 سال دیگه مثلا فلان چیزو میخرم یا فلان آرزو میخرم، ولی خب هیچ متأسفانه هیچ فکری نمیکنم. ما میبینیم سالیان ساله که حالا به عناوین مختلف مثلا میگن قاچاق مواد، چه میدونم قتل، تجاوز، اینا همش مواصلای رشد ناپایداره. تغییرات ارزش پول باعث میشه فرد حرکات حالا عاقلانه یا غیر عاقلانه انجام بده، حالا اینا بیان بگن قوانین اسلام یا قوانین کشور رو نقض کرده، خب طرفی که نون نداره بخوره مثلا تو یک شهر محرومه چیکار کنه؟ سعی قاچاق نکنه و چیکار کنه؟ آیا شما گزینه جایگزین گذاشتین بذاشت که طرف نره مثلا مواد خرید فروش نکنه، یا اینکه ما انتظار داریم که طرف همه معصوم باشن و همه شرکتی نکنه؟ متشکرم. ممنون از شما آقای احمدی خواه عزیز و سپاس از اظهار نظرتون. ضمن خوش آمدگویی به آقای شفای گرامی. دوستان اگر نظری ندارن بریم سراغ بخش بعدی. بخش بعدی سخنرانی جناب آقای اسد اکبری رو خواهیم داشت با موضوع اعتصاب کسبه و بازاریان در جنبش سراسری 1401 در ایران. جناب آقای اکبری میکروفون در اختیار شماست. خب سلام دارم خدمت همه شما عزیزان، سپاس از جناب آقای شایگان عزیز. بعد در ارتباط با این موضوع باید بگم از روز سه‌شنبه 24 آبان در 62 روز خیزش مردمی، خیزش سراسری مردم، شمار زیادی از کسبه و انصاف به رغم تهدیدهای امنیتی در سالگرد آبان خونی و همراه با خیزش انقلابی مردم به فراخوان‌های اعتصاب و اعتراضات
پاسخ مثبت داده و مغازه‌های خود را تعطیل کردند و از این روز بود که بازارجان به طور گسترده‌تری در این همبستگی شرکت کردند. این اعتراضات از قبل از جانباختن خانم امینی برای بازاریان و اصناف شروع شده بود. با ادامه اعتراضات و اعتصابات سراسری معلمان ایران شروع به اعتراضات به گرانی مواد خوراکی در پی حذف ارز 4200 تومانی و اعتراضات خرداد پس از فرو ریختن ساختمان متروپول گسترش یافت. در شهریور 1401 نیز با به قتل رسیدن خانم مهسا امینی از اعتصاب با هدفی محکمتر و محتاطانه‌تر پیش رفت، به طوری که در روزهای 14 تا 16 آذر ماه امسال در بسیاری از شهرهای تمام مغازه‌ها بسته بودند و همه یک صدا پاسخ مثبت خود را در مقابل به فراخوان‌های سراسری اعلام کردند. این اتفاق و این همبستگی در 100% بازاریان با مردم در هیچ کدام از خیزش‌های دیگر در این سال‌ها دیده نشده و این یکی از مواردی است که واقعا تاثیرگذار است. در این 100 و خورده روز استان‌ها و بازاری‌های مهم در کشور با تعطیل کردن مغازه‌های خود دست به اعتصاب زدند. جدا از بازار و کسبه، بسیار کارکنان شرکت‌ها و اصناف‌های مهم در این فراخوان‌ها همراهی کردند. همچنین واقع 24 آبان ماه که در پی فراخوان 3 روز شکل گرفت نشان داد جمهوری اسلامی از یک چیز بیش از خیابان‌ها و جمعیت گسترده مردم معترض می‌ترسد و آن خاموشی و سکوت مراکز خرید و کرکره پایین مغازه هاست. چنون سکوت برای حکومت سکوتی مرگبار است. اگرچه دعوت به اعتصاب سراسری و عمومی است، اما از ابتدای خیزش انقلابی نقش اعتصاب بازاریان و کارگران بسیار پررنگ بوده و اخبار دست از کار کشیده کارکشانشان هر بار خون تازه‌ای به رگ‌های خیزش مردمی سرازیر کرده است. بازاریان در تجمعات این اعتصابات علاوه بر شعارهای اصلی خیزش، به فقری که در گریبانگیرشان شده هم اشاره می‌کنند. در اعتصاب 24 آبان ماه شاهد بودیم که بازاریان با شعار وعده وعید کافی سفره ما خالیه دست از کار کشیدند. همچنین شرکت کارگران نیز در اعتصابات گسترده از جهت دیگری هم اهمیت دارد. به نظر اکثریت مردم در کشوری که کارگر با شرایط وخیم مالی دست از کار میکشد، بازاریان و دیگر اقشار و اصنافی که دست باستری دارند بهانه‌ای برای دستی نکشیدن از کار ندارند. اعتراضات گسترده آبان خونی 98 با به قتل رساندن دست کم 1500 نفر که برای اعتراضات به گرانی و وضعیت نابسامان اقتصادی به خیابان آمده بودند. اکنون در کمتر از 3 سال به خیزش انقلابی و مدنی برای دادخواهی تبدیل شده است که ایرانیان را از گوشه و کنار کشورهای پهناور به میدان مبارزه آورده است. اعتراض بازاریان جدا از همراهی با مردم 1001 دلیل دارد. مهمترین آنها افزایش سنگین مالیات و عوارض، افزایش هر روز قیمت دلار و روی دست ماندن کالاهایشان به خاطر پایین آمدن قدرت خرید مردم. با فلج اقتصادی حکومت، بازار که نبض اقتصاد حکومت است به رکورد کامل کشیده شده است. حکومتیان و باندهای مافیایی حکومتی خزانه کشور را خالی کردند و به چپال و معیشت شدید شدت دادند. مالیات‌های سنگین بخش مهمی از منابع مالی حکومت است که از بازاریان گرفته میشه. الان با این وضعیت بازاریانی که حداقل ترین درآمد را دارن در اعتصابات همراهی میکنه و از بیپولی به صفر رسیدن، اما اقلیت کم بازاریان به اصلاح گردن کلوف و مفخور مرتبط با بانهای حکومتی و پولهای کنان نصیبشان میشوند، اعتصاب بازاریان را در کنار اعتراضات گسترده مردم نشان دیگری از حرکت جامعه به سمت اعتصاب عمومی است. حالا این اعتصاب چه تأثیری برای این قیام داره؟ در ابتدا با مثالی شروع کنم. در سال 57 بازار به خصوص تهران نقشی
بزرگی را در پیروزی انقلاب بر عهده داشت. بازاریان مبالغ هنگفتی را جهت حمایت از انقلاب به عنوان وجش شر خمس و زکات به کمک به انقلابیان که منتظر مطهری و طالقانی و غیره که نمایندگان خمینی در این در ایران محسوب می شدن می رساندن که راه پیروزی انقلاب به مصرف می برسد. بازار و مغازه ها به عنوان قلب و سنبول اقتصاد ایران نقش بسیار مهمی در سیر تحولات انقلابی داشت و دارد و بازاریان به عنوان نماد و بزرگترین مالیات دهنده بخش خصوصی به حکومت می تواند با تعطیلی کشاندن جریان اصلی اقتصاد از دو منظور حاکمیت را به چالش جدیدی مواجه کند. یک، مالکیت در سالهای اخیر به خصوص بعد از تحریم‌های سنگی بر بخش نفت، پتروشیمی و انرژی که توسط دولت ترامپ و سیاست فشار حداکثر صورت گرفت، توسط آخوندها به عنوان ابزار جایگزین در درآمد نفتی و کسری بودجه حکومتی در نظر گرفته شده، به طوری که در بودجه 1401 مقرر شده از جمله 641 هزار میلیارد تومان درآمد دولت 13 526 هزار میلیارد تومان آن را از محل درآمد مالیاتی تامین شود، یعنی از گرفتن مالیات از بازاریان و مغازه‌داران به دست میاد. به هر جهت عدم حضور فعالین و بنگاه‌های اقتصادی و اعتصابات بازاریان و کارخانه داران به صورت چشمگیر فشار بر حکومت را توان و سرکوب و بودجه نیروهای مسلح خود را جاه طلبی های آخوندها از لبنان تا سوریه و از یمن تا فلسطین را از محل فروش نفت و مالیات‌های عقص شده در کشور تامین می‌کند با دشواری مواجه خواهد کرد. مورد دوم، افزایش روی میدان و افزایش همبستگی. جمعی بازاریان که همیشه به عنوان عنصر قوی اقتصاد و طبقه متوسط به بالا اقتصاد جامعه قرار گرفتند، با حضور پررنگ در امر انقلاب می تواند به عنوان عنصر مؤثر در بالا بردن روحیه همبستگی و انسجام بین اقشار متفاوت جامعه که به طور مستمر و روزانه برای نیازهای زندگی با بازار در ارتباطن نقش خود را ایفا کنند. وقتی بازار به عنوان ویترین جامعه چراغش خاموش شود، عملا تمام اقشار آن جامعه به ویژه قشر خاکستری و بی‌تفاوتی جامعه خیلی آشکارتر متوجه شرایط غیر عادی و وضعیت انقلابی در جامعه می شود. به نظر می رسد که این از روند انقلابی جامعه ایران و کشید شدن انقلاب آزادی خواهانه مردم ایران به ادامه داشتن نیاز دارد. تمام احاده جامعه و شهروندان وظیفه شناس از بازاریان، کارخانه دارها و صاحبان مشاغل و بنگاه‌های اقتصادی به جدیت و فوریت می تواند برای سرعت بخشیدن و روند انقلاب هرچه سریعتر وارد اعتصاب شوند. این اتفاقات می تواند رخ بدهد، اما وضعیت اقتصادی الان به طوری هست که فروشنده اگر شب کاسبی نکند پولی برای شام خانوادهش را ندارد، شب گرسنه می خوابه و واقعا وضعیت معیشتی بازاریان، کارگران و خیلی از مردم این قشر اصلا قابل بیان نیست. اما از طرفی هم با بسته نشدن بازار و تأثیری که داره بر سرنگونی این نظام به ثمر رسیدن این انقلاب دشوارتر می شود. در صورتی نتیجه این سرنگونی زودتر به سرانجام می رسه این که همه اقشار و اعتصابات بپیوندن، با هر مشکلی که باشد دست و پنجه نرم کنن تا دوران طلایی برسد. به طور مثال در این میان بازار تهران و بازاریانش به عنوان شاهدراه اقتصاد ایران می تواند در این مرحله نقش تاریخی و درخشان خود را بازی و گامی بزرگی را به سوی از پا در آوردن جمهوری اسلامی بازی کند. بازاریان باید بدونید که پس از دوران سخت و نقش پررنگی که در انقلاب بازی می کنند، زمانی که سرنگونی را به نتیجه رسید با پیوستن به اقتصاد جهانی، رفع تحریم ها، پیوستن به نظام بانکی جهانی
و ورود سرمایه‌گذارهای کلان اقتصادی خارجی و ظرفیت‌های بیکران ایران در بخش نفت و انرژی و جهانگردی دوران طلایی کسب و کار آنها نیز باز خواهد گشت. در آخر چند مورد از اعتصاب بازرگان رو در سراسر کشور به عرضتون میرسونم. بنا به گزارش بازرگان و کسبه در مناطق کردنشین شهرهای سنندج، مریوان، سقز، بانه، دیواندره، مهابات، بوکان، گوشنویه، پیرانشهر، کامیاران و سردشت اعتصاب گسترده‌ای داشتند. در هفته‌های پیش نیز بازرگان و کسبه کردستان به دفعات دست به اعتصاب زدن و از باز کردن مغازه‌هایشان خودداری کرده بودند. شمار زیادی که کسبه به انصاف در تهران نیز در این روزها مغازه‌هایشان را بستند. بنابر ویدیوهای منتشر شده، فروشندگان در بازار بزرگ، بازار چراغ برق، بازار منوچهری، بازار سپهسالار، بازار علایالدین، کسبه ستارخان، صنف پارچه مبلی دردوزان شمیران، کسبه تهران پارس و کسبه پل چوبی دست به اعتصاب زدند. در بازار بزرگ تهران شماری از کسبه فریاد مرگ بر دیکتاتور، بازاری با غیرت، حمایت، حمایت و شعار زیادی سر دادند. ویدیوی دیگری نیز از شهرهای شیراز، مشهد، رشت، مردشت، اصفهان، یزد، عراق، کرمان، گمسار، گناوه و کرمانشاه منتشر شده که نشان پیوستن انصاف و کسبه به اعتصاب سراسری هست. در همین حال هشتگ اعتصاب سراسری و هشتگ بازاری با غیرت نیز به طور قابل توجهی در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است. تا روز 25 آبان این هشتگ نیز به 1,000,000 بار توییت شده است. این بحث رو میشه به طور گسترده در موردش صحبت کرد، اما به علت ضیقه وقت من بحث را همینجا به اتمام میرسونم. سپاس از وقتی که در اختیار من گذاشتی آقای شریکان. من ماکرو رها میکنم در اختیار شما آقای شریکان. ممنون از شما آقای اکبری، ممنون از سخنانیتون و امیدوارم که اعتصابات بیش از پیش و گسترده تر از پیش انجام بگیره که به قولی موتور محرک این اعتراضات و این انقلاب خواهد بود. از دوستان اگر کسی نقطه نظری داره لطفا بفرمایید، اگر نه که وارد بحث آزاد هم بشیم. بله، بحث آزاد این جلسه ما هستش حق امنیت و رفاه اجتماعی یا علل خیزش انقلابی مردم ایران. همونطور که میدونید در 110 روز گذشته خیزش انقلابی صورت گرفت در ایران و با شعار زن زندگی آزادی آغاز شد و به خونخواهی مهسای ایران ژینا امینی آغاز و آهسته آهسته به سراسر ایران و همینطور به بسیاری از نقاط جهان هم کشیده شد. البته این خیزش از سالهای گذشته بود، به صورتی که میگفتن آتش زیر خاکستر است مردم ایران و به زودی انفجار رخ خواهد داد و این انفجار به نوعی رخ داد. حالا از این بود میخوایم نگاه کنیم که چرا این خیزش اصلا شکل گرفت. حالا علاوه بر این که بحث خونخواهی مهسا امینی بود یا شعار زن زندگی آزادی که خودش جزء موارد نقص هست، واقعا حقوق زنان وقتی نادیده گرفته بشه به عنوان نیمی از جامعه، در واقع کل جامعه رو شما تحت پوشش قرار دادین دیگه. وقتی نیمی از جامعه رو شما نادیده بگیرید، در واقع کل جامعه رو نادیده گرفتید. بنابراین دو موضوع بسیار بسیار مهمی که هر شهروندی در هر جامعه‌ای بهش نیازمند هست، یکیش حق امنیت و رفاه اجتماعی است و یکی حق امنیت شغلی که متاسفانه در ایران هیچ کدومش رعایت نمیشه توسط دولت جمهوری اسلامی. بنابراین از شما عزیزان تقاضا میکنم که در این بحث شرکت کنیم و نظرات خودتون رو در مورد علل خیزش مردم بفرمایید. بله، جناب آقای گلستانجو، در خدمت شما هستیم. متشکرم جناب شایبان.
خب صحبت از حق امنیت و رفاه اجتماعی شد. همه میدونیم خیلی از مواقع رفاه اجتماعی باعث خیلی اتفاقات میتونه بشه، حالا همیشه به یه انقلاب ختم نمیشه، ولی خب موارد اتفاقات مختلفی رو پیش میاره که به در واقع نابسامانی منجر میشه. برای ایجاد رفاه اجتماعی، حالا تا قسمت امنیتش که بگیم، حالا شما امنیت شغلی رو هم بهش اضافه کردیم، رفاه اجتماعی رو همینطور که جناب حاتمی در رابطه با هدف هشتم صحبت کردن در سند 23، من لازمه دو تا از اصول قانون اساسی رو اشاره کنم بهش که مربوط میشه به همین رفاه اجتماعی و حالا امنیت از همه ابعادش. اصل 31 قانون اساسی گفته که دولت موظفه. من اشاره به قانون اساسی میکنم برای اینکه طرف حساب اون جمهوری اسلامیه و اینا خب مفاد اعلامیه جهانی و کنوانسیون های دیگر هم داریم، ولی مهم اینه که دولت موظف کرده خودش رو به قوانینی که حالا خودش متعهدش شده و عنوانش کرده. در اصل 31 عنوان کرده که دولت موظفه به این که برای مردم ایجاد کنه مسکن متناسب با نیاز افراد رو. حق هر فرد و خانواده ایرانی دونسته این مطلب رو، یعنی داشتن یه مسکن متناسب. دولت موظفه با رعایت اولویت برای اون افرادی که نیازمندتر هستن، به خصوص روستاییان و کارگران، زمینه اجرای این اصل رو فراهم کنه. تا همینجا دیگه حالا من اصل بعدی رو عنوان نکنم، دو تا قشر رو عنوان کرده که در واقع حالا همین آقایونی که خودشون رو علما اعلام میکنن میگن اسلام در واقع از همین قشر ضعیف بنیش قوی شد و حالا ادامه داشت و خیلی هم تاکید دارن که باید این دو تا قشر باید تقویت بشن، ولی ما الان 43 سال رو که حالا ما از این شاهدش هستیم، از وقتی که حکومت اسلامی شده و اینا اسلام که از قبل هم تو ایران بوده، حالا اینا میگن تو زمان شاه مردم بهشون اچاف میشده مخصوصا قشر ضعیف، میگیم باشه زمان شاه بوده، به قولی اینا زمان طاغوت بوده، حکومت طاغوت بوده، خب باشه اونا تو اون زمان ها و زمان های شاه های قدیم به این دوتا قشر اشاف می شده، اوکی. ولی الان در جامعه که حکومت مدعی به نظام اسلامیه، چرا چطور اصلی که خودتون عنوان می کنین رو زیر پا می زارین؟ عنوان که این در اصلی که باید دولت موظفه به رعایت اولویت به دو تا قشر، یکی روستاییان یکی کارگران. تو روستاییان ما سالها سال یا آیه شایگان شما اگر خاطر دارد سال گذشته بود که کشاورزای اصفهان به خاطر آب چقدر صدمه دیدن، تیربارون شدن، در واقع تیربارون شدن دیگه، صدمه دیدن چیه؟ تیربارونشون کردن، کسی که دنبال آبشون بودن، آبی که حقشون بود برای کشاورزی که برای تو خود همون کشور میخواد مصرف بشه. یعنی اگر کشاورز رفاهیات حداقل خودشون نداشته باشه، خب همه چوبشون میخورن، تنها کشاورز چوبشون نمیخوره که، ولی محصولی نباشه شما باید واردات کنید، واردات بخواید بکنید باید ارز از دست بدین، اینا همه رو ضرر شامل همه مردم میشه، ولی خب رعایت نمیشه. اصل بعدی که لازم در همین رابطه بگم، اصل 43 قانون اساسی، در این اصل گفته برای تامین دولت برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت. جملات خیلی قشنگه، فقط نمیدونم چرا اشاره نمیشه. و برآوردن نیازهای انسان در جامعه رشد در جریان رشد با حفظ آزادی‌های انسان. اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استواره. چه اساسی؟ تأمین نیازهای اساسی از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت،
درمان، آموزش و پرورش، امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند. ولی وسایل همه کسانی که قادر به کارن ولی وسایل کار ندارن. یه حالا به شکل تعاونی باشه از راه وام، وام بدون بهره، نه با بهره های 20% که الان بانک میده، وام بدون بهره. یا هر راه مشروع دیگه که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه خاص منتهی بشه و نه دولت رو به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در بیاره. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت بگیره. در ادامه گفته که تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار رو داشته باشه. رعایت آزادی انتخاب شغل، عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار، در واقع باید این راه رو گفته که دولت موظف انجام. همینطور گفته که خدمت شما که عارضم، من اضرار به غیر و انحصار و احتکار که تو اصل 31 هم دارن گفته شده بود و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام، من اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اهم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات، استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور، تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین میکنه و کشور رو به مرحله خودکفایی برسونه و از وابستگی رهایی بده. دو تا اصل رو الان خدمتتون عنوان کردم که چنانچه این اصول به همین منوالی که عنوان شده رعایت میشد، هم امنیت جامعه برقرار بود، هم مردم در آرامش و آسایش میتونستن زندگی کنن و هیچ در واقع میشه گفت دیگه مردم دردقه از بابت اینکه حالا نتونن زندگی رو بچرخونن یا به قول شما امنیت شغلی رو داشته باشن و خیلی از این مسائلی که الان عنوان شده که حالا میشه بگیم حق امنیت و رفاه اجتماعی رو شامل میشن رو قاعدتا مردم نداشتن. ولی متاسفانه از اونجایی که طی این 43 سال گذشته از این که به مفاد بین المللی دولت جمهوری اسلامی پایبند نبوده، به همین اصولی که خودش عنوان کرده هم پایبند نبوده و باعث این میشه که مردم ناراضی بشن و حالا در بخش موارد به همین انقلابی که حالا پایریزی شده برسه. ممنونم از وقتی که به من دادین. من مایک رو آزاد می‌کنم در خدمت شما هستم. سپاس از شما آقای گلستانی. البته من دوباره باید این موضوع رو یادآوری کنم. آقای گلستانی جو، قانون اساسی جمهوری اسلامی یک موضوعی است که هرگز هیچ کدوم از مفاتش انجام نشده و نخواهد شد. چون اصلا دولت جمهوری اسلامی پایبند به هیچ چیزی نیستش. شما دقت کنید که قانون اساسی رو چه کسی تصویب میکنه؟ نماینده مجلس. نماینده مجلس کیه؟ به جایی که بیاد از مردم رأی گرفته، حق مردم رو رعایت کنه، دفاع کنه ازش، میاد بر علیه مردم 270 نفر یک جا میان میگن نه مردم باید اعدام بشن. شما چه انتظاری دارید از این دولت؟ ضمن اینکه ما یه اختاپوسی به اسم سپاه پاسداران داریم که اصلا نه دولت نه هیچ نهاد و ارگان دیگه نمیتونه اصلا ازش بازخواست کنه. در صورت قانون اساسی رو به نظرم اصلا نادیدش بگیریم خیلی بهتره. من نظر من اینه. حالا آقای بازداران رو هم بشنویم. آقای بازداران بفرمایید. درود مجدد خدمت شما دوستان عزیز. آقای گلستانجو یه اشارات خوبی داشتن به
قانون اساسی در همین بندهایی که اشاره کردن توی زمینه ایجاد رفاه، فکر کنم داخل این 43 سال مواردی هست که کارهای انجام شده، مثل مثلا نمیدونم ساختن مسکن بوده که مسکن مهر رو مثلا اجرا کردن، یا مثلا وام بلا عوض اگر میفرمایید، حالا بلا عوض که نه، بدون سود وام هایی میدادن برای کسایی که مثلا مدرکی داشتن به عنوان مدرک فنی حرفه‌ای دوره‌ای رو گذرونده بودن، یه وامی رو داخل یه مقطع زمانی میدادن که بتونن شغل خودشون رو راه اندازی بکنن، یعنی برای خود اشتغالی یه سری کارها انجام شد. ولی مسئله اینه که این کارهایی که انجام شده زیربنای درست حسابی نداشته، یعنی با کارشناسی درستی انجام نشده، از روی قصد و غرض انجام شده. یعنی طرف میخواسته مثلا رئیس جمهور میخواسته برای دوره بعدی خودش رای بگیره، به خاطر همین ایجاد مسائل بیشتری کرد که به جای اینکه رفاه ایجاد بکنه اومد اختلاف طبقاتی ایجاد کرد. یعنی نفری که مثلا دوره رو گذرونده بود یک وامی رو بهش دادن، ولی بیس بازار مناسب نبود و از این طرف تورم چند برابری رو داشتیم داخل کشور، طرف نمیتونست اصلا کارش رو راه اندازی بکنه، همون اول قبل از راه اندازی کار با شکست مواجه میشد. بعد نفراتی را که به عنوان ضامن معرفی کرده بود، حالا اونا بعد میومدن جورش رو میکشیدن، بعد فشار به این طرف میومد که بیاد حالا قسطاش رو پرداخت بکنه. یا مثلا مسکن مهر رو ساختن، درست خیلی ها خانه‌دار شدن، اما وضعیتشون به چه صورت بود؟ کیفیتی آیا داشتن؟ آیا نمیدونم رسیدگی درست حسابی داخل ساخت این خونه ها میشد؟ بعد افراد رفتن نشستن داخل این خونه ها با هزار تا مشکلی که داشتن، حالا بیا قسطش هم پرداخت کن. به خاطر همین وقتی که زیربنای مناسبی نباشه، به نظر من تا زمانی که عدالت داخل جامعه ای برقرار نباشه، هزار که ما قانون اساسی داشته باشیم بر اساس اسلام باشه یا نباشه، بر اساس نمیدونم قرآن باشه، بر اساس هر دینی که میخواد باشه، بودایی باشه، مسیحی باشه، هر چیزی که، یا اصلا لایک باشه، هیچ فرق نمیکنه. وقتی که عدالت داخل جامعه نداشته باشیم رفاه هم نداریم. وقتی که آزادی نداشته باشیم رفاه، ما آزادی نداریم که بخوایم مقایسه بکنیم، ما آزادی نداریم که بخوایم رقابت داخل بازار داشته باشیم. سپاه تمام بازار رو گرفته، تمام بازار داخلی و خارجی رو، و رقابت از بین رفته. پس ما دیگه رفاه رو برای مردم عادی نداریم، رفاه رو برای وابستگان سپاهی داریم. کسایی که رابطه نزدیکتری دارن از رفاه بیشتری برخوردار هستن. بعد جالب اینه که ایران رو خراب کردن، خودشون میرن از رفاه کشورهای اروپایی استفاده میکنن، کشورهای اروپایی که برای چیزشون تأمین انرژیشون وابسته به کشورهایی مثل ایران و کشورهای عربی هستن که انرژی فسیلی رو اونجا دارن، منابع زیادی دارن. من ماکر رو روان میکنم، ببخشید اگر طولانی شد صحبتم. ممنون از شما آقای بازاران. آقای قربانی، احد قربانی، بشنویم شما رو. با درود به دوستان عزیز. دوستان، اینجا خیلی بحث شدش راجع به قانون و اون چیزی که تو قانون نوشته شده. من میخواستم چند تا مطلب رو که به نظرم میرسه بگم. یکی اینکه به نظر من اون چیزی که تو قانون نوشته شده زیاد مهم نیست. مهم به نظر من سطح آگاهی مردم و میزان سازمان یافتگی مردم هستش که بتونن حق خودشون رو بگیرن. تو قانون میتونه خیلی چیزا نوشته شده باشه، ولی اگه مردم به حق خودشون آگاه نباشن، و اینکه شما به نظران قانون وظیفه خودش داره که آگاهی مردم بپردازه، این یکی از بزرگترین به اصطلاح عامل رسیدن به اون چیزی که قانون نوشته و عملی بشه، و میزان سازمان یافتگی مردم. یعنی در جامعه ای که به اصطلاح تشکل‌های مدنی نباشه، کارگران امکان سازمان دادن خودشون نداشته باشن، معلمان نتونن امکان و وقتی که اونا خودمون سازمان میدن نتونن تأثیر بذارن، نظر من نمیتونه. و یه مسئله دیگه هم راجع به این نابسامانی و بودجه کشور رو در نظر بگیریم. اول ببین، تو ایران بودجه شفاف نیست و بخش زیادی از بودجه
غیر شفاف صرف به صورت جنگ های نیابتی میشه، به صورت یعنی در تولید کشور سرمایه گذاری نمیشه، برای جنگ در کشورهای دیگه، برای ساختن مثلا فرضاً شما ببینید این پهباد شاهدی که میسازن برای خریدن اونا، اینا تو بازار آزاد میخرن، از قیمت بازار جهانی هم حتما گرونتر میخرن. منظورم که پول در این جهت خرج میشه. یکی دیگه این که دوستان اینا تولید نمیکنن و پول رو جایده خرج میکنن، ولی حقوق کارگران و کارمندان رو با چاپ اسکناس میدن. این وقتی که اسکناس میاد توی جامعه، به ظاهر به کارگران پول حقوق میدن، ولی از اونجایی که نقدینگی کشور زیاد کردن، قدرت خرید کارگران و زحمتکشان رو کم میکنن. واسه همین دو جور به اصطلاح ضربه میزنن به اقتصادی. بعد یکی دیگه هم که میخوام، یکی از دوستانم اشاره کردش که بخش زیادی از اقتصاد ایران اقتصاد دولتی که البته نمیتونیم بگیم دولتی، حتی نظامی هستش، یعنی دست سپاه و بعد بیت رهبری و نمیدونم اون اوقاف و اینا هستش که اونا از یه طرف درآمد دارن، از طرف دیگه مالیاتی نمیپردازن که درآمد اونا مالیات، درآمد اونا صرف رفاه عمومی بشه. منظورم اینه که خلاصه اینه که اقتصاد ایران یک اشکال دو اشکال نداره، اشکالای زیادی داره، واسه همینم که به این شکل ما به این فقر رسیدن و الان 36 میلیون مردم زیر خط فقر. ممنونم ازتون. ممنون از شما قربانی عزیز. آقای احمدی خواه، بیشترین شما رو همگی بخیر. ببینید، ما بیشتر به چیزی که نیاز داری آزادیه، حالا هم آزادی بیان، هم آزادی یک بازار آزاد. وقتی بازار آزاد به مفهوم واقعی باشه، هیچ کی نمیتونه انحصار کنه یا یه چیزی گرون بده. قیمت و بازار عرض و تقاضا تعیین میکنه، حالا همون آزادی بیان اینا هم باشه، چه سیستم نظارتی که رو کار چه تولید کننده چه کارفرمای نظارت میکنه، هر نقضی باشه هر مشکلی باشه راحت عنوان میشه. یکی کسی نمیتونه مثلا با اعمال نفوذ از پخش شدن یه خبر جلوگیری کنه. مشکل اصلی کشورم آزادی حالا در اشکال مختلفش. خب تو این بحث هم نگاه کنیم، بیشتر آزادی اقتصاد سیاسی، کاملا سیاسی، اقتصاد حکومتی، جهتش هر سمتی که حکومت تشخیص میده میبره. به خاطر همین توش هیچ رقابتی نیست، کارفرما دولت عمدتا یا افرادی که به دولت نزدیکن، به حکومت نزدیکن و قانون هم خودشون میذارن، قوه قضاییه هم مال خودشونه قاعدتا، پس کلن دست خودشون همه چیز، نه نظارتش نه قانونایی که میذارن. به خاطر همین فقط و فقط راهگشاش اینه که اقتصاد آزاد بشه. ببینید مثلا در کشورهایی که موفقن این مشکلات رو ندارن، بازار بازه، نمیشه بیاد مثلا یه ایران خود رو هر کاری خواست بکنه، یه مرسدس بنز بیاد هر کاری خواست بکنه، مرسدس بنز قیمتش میاره بالا، خب بی ام و میاره پایین، بی ام و مثلا کیفیتش میاره پایین، مثلا فولکس واگن میاره بالا. به خاطر همین نمیتونه کسی تعیین کننده باشه، تعیین کننده قیمت ها و کیفیت های کف بازاره و متاسفانه همه جوره الان قفل کردن. الان خودشون ماشین رو آوردن $8,000 $9,000 وارد کردن، اخبار جدیده خودرو به قفله خودشون هر جوری حساب کنی نباید بالای 500 میلیون دارن، خودرو بالای میلیارد فروخ خرید فروش میشه. این به خاطر اینکه وارد کننده و فروشنده در پشت پرده بازی مجموعه است، یعنی یه صورت مافیایی داره، همه با هم میشینن و میگن مثلا فلان قیمت رو بذاریم و فلان حرکت رو بکنیم. خاطر همین وقتی یک سیاست کلی داره به یک سمتی میره که خب اون کسی که این سیاست رو هدایت میکنه. در کل هم با آرزوی روزی که ما شاهد باشیم آزادی رو در ایران ببینیم، حالا به عناوین مختلف و اینی که باعث بشه سطح رفاه مردم بره بالا، این میزان وحشتناک خودکشی، فقر، جنایتایی که داره میشه، توی مواد مخدر، نامدیه که مردم دارن، همش تا حدود بسیاری به مسئله اقتصادی رفت. من خودم آرزومندم یه روزی ببینم که اقتصاد آزادی باشه که یک نفر با یه امضا باعث نشه که ثروت و زندگی یه کارفرما بین بره، آواره بشه و حالا دست به هزار یه مورد مشکل دار بزنه. متشکرم.
ممنون از شما آقای احمدی خواه. ما هم واقعا امیدواریم اینطور که من فهمیدم، البته آزادی خیلی خوبه وقتی که فساد نباشه، فکر می‌کنم خیلی قشنگ‌تر میشه. ما متاسفانه درگیر یک موضوعی هستیم به نام فساد که از هر سه نوعش در دولت مردای ایران هستش. فساد اداری و وحشتناک داریم، فساد مالی که اصلا نمیشه روش نظری داد، فساد اخلاقی هم که خب دارن، همشون دارن دیگه. به هر حال این آتو یکی از همشون میگیرن وزارت اطلاعات و اینا سکوت میکنن دیگه در برابر هر موضوعی. متاسفانه این سه نوع فساد تو جمهوری اسلامی بیداد میکنه، از رأس هرم بگیری تا پایین همه هست. تا زمانی هم که این فساد حل نشه موضوعش و به قول شما یک قوه قضاییه مستقل نباشه که بیاد اینا رو حسابرسی کنه ازشون، به نظر من آزادی هم باشه باز اتفاق خاصی نخواهد افتاد. بله بشنویم دوباره شما رو آقای احمدی خواه. جناب شکران، موضوعی که میگین خیلی درسته، ولی وقتی آزادی باشه همه اینا حل میشه. ببینید الان خود شما میگه مثلا فردی میاد فسادی میکنه، حالا مختص جمهوری اسلامی در نظر عمدتا فسادها روابط نامشروع از دید حکومت، علت اصلیش هم همون آزادی های فردیه به نظر، چون که فرد از بچگی این قضیه مسائل جنسی بودش خیلی بزرگه، وقتی به یه قدرتی میرسه این عقده توش میمونه، مثل یه سری آدم ها نمیدونم شما حتما تو زندگیتون دیدین دیگه، طرف تو فقر مطلق بزرگ میشه، چه تو 20 سالگی حالا چه با کارفرمایی چه با زرنگی خودش چه روابط و هر دلیل پولدار میشه، تو رفتارهای شخصیش همیشه یه آدم گشنه، ببخشید یه اصطلاح بده، گشنه گداست. یعنی شاید طرف از یه ماشین میلیاردی پیاده شه ولی سر یه میز شام میره هول میزنه، شاید اون غذا هر روز بازش تکرار داره میشه، هر روز دیست غذا داره میخوره ولی هر روز اون ولع رو داره. این ولع مسائل جنسی هم خب با فرد میمونه، خب اینا همش برمیگرده به اون آزادی فردی. اگه ما مثلا از بچگی بذاریم دختر و پسر با هم بزرگ شن، نمیگم از بین کامل میره ولی عمدتا از بین، چون که بخوایم بگیم خب کشورهای اروپایی یا آمریکایی این مسائل آزاده ولی خب توش تجاوز هم هست، توش هم همین مسائل هست، یعنی آتو گرفتن ها هست، یعنی میبینی یه نفر سیاستمدار یه دختری یه چیزی میذارن یا پسری میندازن، حالا ممکنه سیاستمدار زن باشه و این آتو رو ازش میگیرن، ولی خب خیلی کمتره. خب اینا همش برمیگرده به همون آزادی های فردی. شما میگی مثلا نمیشه، میگم مثلا وقتی قوه قضاییه حتی فشل هم باشه ولی آزادی بده، قوه قضاییه مجبور عکس عملشون، شما اگه مثلا فیلم یا مدارک مستدل بیاری، یعنی آزادی بیان داشته باشی، مدارک مستدل بیاری که مثلا فساد یه نفر نشون میده، فساد مالی شو یا فساد جنسی شو یا هر چی، هر چقدر هم قوه قضاییه بخواد لابیش نکنه نمیشه. همین چیزی که میبینیم در خود جمهوری اسلامی هست، مسائلی که رسانه‌ای میشه خیلی سخت میتونن انجامش بدن، مجبور شدن یه مقدار برخورد. عمده ریشه مشکل ما همین آزادیه. وقتی آزادی باشه طرف میتونه بگه آقا طبق قرآن، خب طرف میاد میگه کجای قرآن گفته، بعد به چالش میکشه. ببین شما وقتی محدود باشه فقط من گوینده باشم، مثلا تو همین جلسه من صحبت کنم، شما حق نظر دادن نشه، خب من میگم خودم هم نتیجه میگیرم، خودم هم فکر میکنم خیلی افق قشنگ، ولی وقتی شما به چالش میکشی قاعدتا نمیتونم من حرفمو کامل 100% به کرسی بشونم، مجبورم یه جایشو با نظر شما هماهنگ کنم، این نظر من. ولی میگم بیشترین نیازی که ما داریم نیاز آزادی، حالا آزادی از هر شکلی. متشکرم. من البته یک اشاره کردیم به قوه قضاییه، من اینم بگم که تو یک موضوع مشابه همیشه نظرات در البته نظرات نه آرا قاضیان در قوه قضاییه متفاوت بنا به مصلحت. مثلا یک شخصی ما داریم توی گزارش نقضای کمیته اقوام، من زیاد میبینم که شخصی به علت تجاوز به عنف اعدام میشه ولی از یه طرف دیگه مثلا یه شخص دیگه مثل سعید طوسی هیچ اصلا پرونده‌ای هم که براش باز نمیشه هیچ، تازه اون اشخاصی که شکایت کردن تهدید میشن و زندان میشن و غیره و ذالک. حالا این میگم بحثش خیلی گسترده است دیگه. آقای قربانی رو بشنویم. دوستان، یک از دوستان احسان عزیز بحث آزادی رو به نظران
بحث آزادی رو و دموکراسی هم همینجور، ما آزادی و دموکراسی خیلی رو فکر میکنم میگن که اگه آزادی باشه دموکراسی باشه همه چی حل میشه. به نظرم به این مطلب باید هر موقع راجع به آزادی و دموکراسی صحبت میکنیم به این مطلب باید توجه کنیم که یک سری فقط آزادی اسمی میخوان و باید بین آزادی اسمی و دموکراسی اسمی و آزادی و دموکراسی واقعی باید فرق باشه. مثلا شما بگین که شما آزادین که تحصیل کنید، ولی اگه امکانات تحصیل به وجود نیارین اون شما آزادی تحصیل کنید به نظر من یک چیز اسمی و یک چیزی در حرف هستش. آزادی هم همینه. به نظر من همه آزادی هایی که ما میگیم باید زمینه اعمال اون آزادی هم باید تضمین بشه، وگرنه ببینید واسه همین هم دو جور آزادی ما داریم که به طور مشخص بهش میگن آزادی اسمی و آزادی واقعی و دموکراسی هم همینجور. ممنونم. ممنون آقای قربانی عزیز. آقای گلستان جو بفهم و بفهم. بله، درود بر جناب قربانی. ممنون، خوشحالم که امروز این جلسه هستیم جناب قربانی. در رابطه با آزادی یه مطلبی رو باید البته در نظر بگیریم که در حکومت‌هایی که دینی هستن عملا این کلمه معنی نداره. بر حسب همین مفاد قانون اساسی هم که دیدین همه جا همه صحبت‌ها رو همه قوانین رو خیلی کامل گفته، ولی بر کی اجرایی میشه به شرطی که منافاتی با شرع اسلام نداشته باشه. عملا و دیگه حالا ما چون فعلا با حکومت اسلامی سرکار داریم میگم چون حکومت دینی هست همه چی آزاد، مشروطه به این که به اون بنیان اون دینی که حالا حاکم هست ضربه نزن. خب عملا اینجوری همه چی میره زیر سوال، چون من نوعی به عنوان یه شخص عادی کسی نیستم که رفته باشم به تمام قوانین اون دین اشراف داشته باشم که حالا که دارم مثلا کاری انجام میدم بدونم که این کاری که من دارم انجام میدم یا این آزادی که من میخوام منافاتی با این دینه با قوانین این دین داره یا نداره. کی میخواد اینو اثبات کنه؟ آقایونی که در رأس کارن. حالا کشور ما مثلا همین در واقع میشه بازی با کلمات، همینطور که آقای قربانی هم اشاره کرد هر نوع رفاهیات یا آزادی رو ما بخوایم استنباط بکنیم بهش، مثلا آقای احمدی خان میگه که آزادی باشه برای اینکه بتونیم رقابتی رو ایجاد کنیم. خب وقتی قرار باشه رقابت ایجاد بکنیم اگر منافع بعضیا که در رأس هستن به خطر بیفته عملا اون آزادی از شما سلب میشه به یه دلایلی که اونا میدونن و شما هیچ وقت نمیتونی حریفشون شی، چون شما اطلاع بر ذمه اونا شما اطلاعات کافی دینی نداری، بنابراین شما میگی که شما باید هست شی چون به صلاح نیست. این صلاحه باعث این میشه که هر نوع آزادی یا هر نوع ابراز عقیده و بیانی رو از شما بگیره. ممنونم جناب شایگان، امان از دست این احکام اسلامی. نمیدونم چی. ممنون از شما آقای گلستان جو. آقای احمدی خواه بفرمایید لطفا. متشکرم از وقت مجدد. ببین وقتی من خودم منظورم اینه که وقتی میگم آزادی، خب قاعدتا نظرم اینقدر آگاه هستم که منظورم اینه که وقتی که شرایطش هم فراهم باشه ما آزادی بدیم که ضمانت اجرایی داشته باشه، وگرنه خودمون رو مسخره نکنیم. وگرنه تو نگاه بکنی قوانین قانون اساسی جمهوری اسلامی اگر قضیه به گفته شما مسئله اسلامی شده که قوانین منطقیه، حداقل نسبت به شرایط اقتصادی و اجتماعی و موقعیت مکانی ایران بد نیست، ولی اون همیشه اون متممه رو میارن و همه رو خراب کنن. قاعدتا وقتی من خودم میگم، یعنی باور دارم که بسیاری از مشکلات ما با آزادی ها حل میشه وقتی که اون قوانین ضمانت اجرایی داشته باشه، وگرنه یه چیز تزیینی میشه. مثلا میگم که من الان بگم آقا فردا همه شام مهمونه ولی من پول نخوام بدم، من تو تلم هستش که نمیخوام پول بدم، پس چه دعوتی دارم میکنم؟ دارم یه مشکل واسه شما ایجاد میکنم، یه هزینه ایجاد. و وقتی آدم میگه آزادی به مفهوم واقعی نه با چارچوب، حتی شما میتونید خیلی از قوانین آزادی که تو اروپا یا آمریکا هستن به چالش بکشید، چون همونا هم میان مثلا
یه تبصره مانته میشن. حالا به عنوان مثالش یه دونه از قانوناشو بخوایم بگیم، همین به آلمانه، یعنی هر فردی حق داره کارشو و محل زندگیشو مشخص کنه، ولی وقتی شما کار مثلا میای اینجا پناهنده میشی این حقو نداری، چون شما یه جوری شی حساب میشی. وقتی قبولی نگیری که نداری، 3 سال هم باید بذاری، یعنی شما حداقل 3 سال و حداکثر نامحدود حق مکان تو شغل تو نداری. یعنی شما وایسی یه فردی که با مفاهیم نانوشته، یعنی با تشخیص فردی ایشون به شما اجازه بده آیا بدین تو این شغل یا آیا از این مکان مثلا از شهر ایکس بدین ایگره. پس میشه تمام مثلا آزادی ها رو سنجید، آیا ضمانت اجرایی داره یا نه، که آیا برای همه هست یا نه، آیا این توش اما اگر داره یا نه. تو خیلی از قوانینش مثلا میگن آقا فکر کنم اصلی یکی یا دو خود قانون اساسی، آقا میگن آقا شما آزادی هر درباره هر چی صحبت کنی الا اون چیزایی که مخالف منافع ملیه. اون منافع ملی هم که توضیح داده نشده، به خاطر همین خب خیلی جاها میشه آزادی و نفسی هم به نظر من خیلی فاصله داریم، ولی حداقل همون چیزایی که الان داره تو اروپا یا آمریکا اجرا میشه، خب خیلی خیلی باز ایران فرصت مختنمی که الگو بردارم باعث بشه جامعه ما حرکت کنیم. ما یه فرصت هایی داریم که دلیل از بین میره، دنیا از دنیای سوختای فسیلی و مواد اولیه و اینا داره رد میشه و داره میره به سمت علم، دانش، فناوری، استارتاپ، چیزهایی که داریم میبینیم هر روز داره فرصت از بین میره. یه جورایی ما داریم از جامعه جهانی جدا میشیم که تقریبا هم شدی. حالا شاید مثلا جمهوری اسلامی بره بمونه یا بعدی بیاد، بعدی هم تضمینی نیستش که بتونین اتصال بده و ببینیم بعدی که میاد چه تفکراتی داره، آیا میتونه دوباره برگرده از نظر زمان بهش فرصت میدن که مثلا این از نظر تکنولوژی اینقدر بره والا که از این جزیره که جدا شده بچسبه به اینا. فاصله تکنولوژی اینقدر داره زیاد میشه انگار که در باره دو تمدن یا دو تا کره دیگه داریم صحبت میکنیم، یعنی در 50 سال آینده اگر کشور بر نگرده اصلا دیگه مثل میشه قبیله های مثلا بومیان آمریکا، مثلا یه جوری مثلا بومیان مثلا چه میدونم آمازون، اینقدر داریم تفاوت میکنه از نظر تکنولوژی. و مگر حالا یه چیزی کشف بشه مثل نفت که مثلا ارزشش دوباره اون با توان مالیش ما بتونیم برگه، یعنی یه چیزی که آدم الان داره میبینه، من دارم الان میبینم، ما به ازایی نداریم که برگردیم از نظر تکنولوژی، سرمایه‌ای که میخواد و بتونیم ما دوباره خودمون رو برگردیم، چون که آدم های خیلی قوی دارن از ایران میان بیرون، حالا چه فنی، چه تفکری، چه علمی، چه هنری. قاعدتا ببینید یه داستانی بود، حالا گذشته یه تنزایی درست کردن مهران مدیری میگفت یه نمرو ولایت، کسی که بیاد طعم بالاتر به چشه بر نمیگرد، کسی مثلا از شهرستان میومد مثلا تهران سربازی بر نمیگرد، چون تکنولوژی تمدن پیشرفته یا امکاناتی پیشرفته تر یا میدید یه رغبت نمیکرد برگرده. کسی که مثلا میاد اروپا یا آمریکا احتمال اینکه برگرده خیلی کم، چون قاعدتا وقتی حکومت عوض میشه خب دشمن نیستش که بزنیم همه تکنولوژی و تمدن و امکانات مثلا از اروپا کپی پیست شه بره ایران. حداقل 20 سال دور میشه، طرف هم دیگه اومده اینجا خو گرفته، زندگیشو تشکیل داده، دیگه نمیتونه برگرد. یعنی خیلی مهلکه این ضربه که جمهوری اسلامی زد. امیدوارم حالا یا برگردن اصلا که بعیده، سریعا جایگزین شدن، چون که زمان به جور سرعتی داره میگذره که حتی اگر ایرانی بمونه خیلی متفاوته. میگم مثل بومیای آمازون داریم میشیم کم کم، یعنی 30-40 سال دیگه اینجوری تفاوت تکنولوژی و قدرت مالی رو داریم. متشکر. ممنون از شما آقای احمدی خواه. آقای بازداران درود بر شما. یه سری توضیحات هست که دوستان دادن و گفتن که مثلا ممکنه زمانی ببره و این چیزا. توی آلمان که الان ما اقتصادش رو مثلا میتونیم الگو قرار بدیم، یا وضعیت رفاهی که مردم دارن یا آزادی رو که دارن، یکی از ابرقدرت‌هایی هست که الان داخل کل دنیا هست و کشور پیشرفته‌ای هم محسوب میشه و منابع زیرزمینی هم به اون صورت نداره. یه زمان قبل از جنگ جهانی و بین جنگ جهانی اول و دوم وضعیت اقتصادشون به
شکلی نابود شد که مردم حتی اسکناس ها رو ارزشش انقدر کم شده بود آتش می زدن که گرم بشن. و بعد از اینکه اون پیشواشون اومد سر کار، چنان شتابی داد به اقتصادشون در طی خیلی چند سال که آلمانیایی که داخل کشورهای دیگه داشتن زندگی میکردن، اونها رای به این دادن که اون قسمت از کشور اونها ملحق بشه به آلمان و از اون رو با آغوش باز پذیرفتن، در صورتی که میدونستن یه دیکتاتور هست اونجا، ولی با آغوش باز پذیرفتن به خاطر اینکه میدونستن امنیت براشون میاره و همچنین رفاه به همراه میاره. این دوتا نکته رو برای ما داره، یکی اینکه در تایم کوتاه تونستن یه جهش بزرگ داشته باشن، مردم رو از اون فقر مطلق بیرون بکشن، و یه چیز دیگه اینکه میتونن مردم، یه ملت، به خاطر داشتن رفاه و امنیت به یه راه اشتباه برن و به دیکتاتوری تن بدن. این وضعیتی که داخل ایران در حال حاضر وضعیت اقتصادی به وجود اومده، این قابل حله. شاید یه مقداری زمان ببره، ولی از زمانی که شروع میشه شور و اشتیاق و هیجان توی مردم به صورت خودجوش نمایان میشه و مردم امید پیدا میکنن و این امیده که زندگی رو به جریان میندازه. کشور باعث میشه که داخلش امید ایجاد بشه و جریان زندگی اونجا را بیفته. اینطوری نیست که مردم ایرانی‌ها که از کشور رفتن حالا دیگه رفاهی رو دیده باشن که هیچ موقع نمونهش رو داخل ایران نبینن. چرا؟ ایران خیلی هنوز فرصت داره، همون پولهایی که داخل کشورهای دیگه بلوکه شده زمانی که وارد ایران بشن، بعد از حالا یه زمانی که انقلاب بشه و جمهوری اسلامی بره، باعث ایجاد شادی و امیدی میشه داخل کشور و چرخ اقتصاد رو به جریان میندازه. اما مسئله مهمی که الان هست اینه که ما به خاطر داشتن یک چیزی، به خاطر داشتن اون اقتصاد و اون رفاه اجتماعی که ممکنه به وجود بیاد در آینده نزدیک، نیاییم مثلا یه چیز دیگه رو فدا بکنیم. و همینطوری که انقلاب 57 به بیراه رفت، یه بیراهه دیگه درست بشه برای این انقلابی که الان در جریانه. وقتتون نمیگیرم، ببخشید خورد طولانی شد. میکروفون رو هم ممنون از شما آقای بازاران عزیز. اگر دوستان صحبت دیگه ای دارن که در خدمتشون هستیم، اگر نه که بله. خب در این لحظه من رضا شایگان مسئول جلسه، ضمن تشکر از همکارانی که منو یاری کردن، منشی جلسه سرکار خانم غزاله ابتهی، ضبط صدا و تدوین جناب آقایان احسان احمدی خا و محمد گلستانجو، ادمین ها سرکار خانم فرشیده پورازران و جناب آقای احسان احمدی خا که منو یاری کردن در این جلسه در روز هفتم ژانویه 2022 و در ساعت 17:40 به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه رو اعلام میکنم.